شاید نمیدونید عشق چیه. تو سکوت نشستیم و دوستم داره به لیوان خالی که تو دستش داره نگاه میکنه. هر از گاهی یخ داخل اونو با نی تکون میده. میگه وای. من نشستم و منتظرم چیز دیگه ای اضافه کنه. شبی که با شادی شروع شده بود، حالا یه جورایی به بحثی عمیق و طولانی درباره عشق، اینکه عشق چه چیزایی رو شامل میشه و اینکه چقدر کمیابه کشیده شده. سرانجام میگم وای چی؟ دارم به این فکر میکنم که هیچ وقت اونو تجربه نکردم. من میگم خب شاید هنوز با آدم مناسبی آشنا نشدی. از همون حرفای کلیشه‌ای که هر دوستی تو چنین موقعیتی میزنه. اون میگه نه، منظورم اینه که من هیچ وقت عشق رو با کسی تجربه نکردم. نه با پدر و مادرم، نه با خواهر برادرم و نه حتی با اکثر دوستام. سرشو بالا میاره و به من نگاه میکنه. چشماش شیشه‌ای و ترن. شاید من نمیدونم عشق چیه. اقتصاد باحال بودن شرطی. وقتی نوجوان هستید، باحال بودن مثل ارز مبادله میشه. شما سعی میکنید تا حد ممکن باحال باشید و بعد با نوجوانای بسیار باحال دیگه آشنا میشید و با اونا چونه میزنید تا باحال بودن رو با شما سهیم بشن و از همدیگه افراد باحالتری بسازید. و اگه در هر موقعیتی با کسی روبرو بشید که خیلی کمتر از شما باحاله، به اون آدم بی‌عرضه میگید گورشو گم کنه که مبادا از باحال بودنتون کم کنه یا نکنه نوجوانای باحال دیگه‌ای شما رو با اون ببینن. مونده حساب باحال بودنتون تعیین کننده سطح تقاضا برای داشتن رابطه با شماست. اگه تو ورزش کردن بد هستید و ورزش باحاله، پس برای رابطه دوستانه با شما تقاضای کمتری خواهد بود. اگه تو نواختن گیتار عالی هستید و گیتار زدن باحاله، پس باحال بودنتون به میزان مناسبی افزایش پیدا میکنه و افراد دوباره شما رو دوست خواهند داشت. به این ترتیب دبیرستان یه رقابت مسلحانه همیشگی برای کسب بیشترین میزان باحال بودنه. خیلی از بازی‌های احمقانه و مزخرف فکری که نوجوانا انجام میدن نتیجه همین اقتصاد باحال بودنه. اونا مغز همدیگر رو به بازی میگیرن و درباره کارهایی که انجام ندادن لاف میزنن و فکر میکنن افرادی رو که واقعا از اونها متنفرن دوست دارن و فکر میکنن از افرادی که واقعا اونها رو دوست دارن متنفرن و این باعث میشه باحالتر از چیزی که هستن به نظر بیان. این روابط دبیرستانی ذاتاً شرطی هن. روابطی هن بر پایه این که من این کار رو برات انجام میدم اگه اون کار رو برام انجام بدی. روابطی هن که در اونها همون شخصی که یک سال بهترین دوست شماست چون هر دو از یه سبک موسیقی خوشتون میاد، یه سال بعد بدترین دشمن شماست چون مثلا سر کلاس زیست مسخرتون کرده. این روابط بی ثبات، سطحی و خیلی دراماتیک هن. تقریبا دلیل اصلی این که هیچ کس دلش واسه دبیرستان تنگ میشه یا دوست نداره به اون دوران برگرده همینه. عیبی نداره. معامله کردن تو اقتصاد باحال بودن بخشی از فرایند بزرگ شدنه که باعث میشه خودتونو بشناسید. شاید باید در تمام این مزخرفات شرکت داشته باشید تا یاد بگیرید به مرحله بالاتری قدم بگذارید. چرا که زمانی میرسه که شما دیگه از دیدگاه این به اون در عبور میکنید و فقط از افراد به خاطر شخصیتی که دارن خوشتون میاد، نه به این خاطر که خوب فوتبال بازی میکنه یا از همون برند دستمال توالتی استفاده میکنه که شما استفاده میکنید. گیر افتادن در روابط شرطی. همه روابط شرطی رو پشت سر نمیذارن. خیلیا به هر دلیلی تو اقتصاد باحال بودن گیر میافتن و تا خود دوران بزرگسالی به این بازی ادامه میدن. فریبکاری پیچیده تر میشه اما همون بازی ها ادامه دارن. اونا هیچ وقت از این باور دست نمیکشن که عشق و پذیرش مشروط وابسته به سودیه که اونها برای دیگران فراهم میارن، موقعیتی که اونا باید برآورده کنن.
مشکل روابط شرطی اینه که اونا ذاتاً چیز دیگه‌ای رو در اولویت بالاتری نسبت به خود رابطه قرار میدن. پس این تو نیستی که برای من مهمه، بلکه ارتباط تو با افراد صنعت موسیقیه که بهش اهمیت میدم. یا تو به من اهمیت نمیدی، بلکه صورت خیلی جذابم یا شوخ طبعیمه که برات مهمه. این روابط شرطی میتونن به روابط در سطح احساسی گن بزنن. در جستجوی باحال بودن کاری که ما انجام میدیم چون به خودمون احساس افتضاحی داریم و ناامیدانه احتیاج داریم احساسی برعکس اون داشته باشیم. روابط شرطی اغلب باعث میشن شما در مورد یک شخص احساسی داشته باشید اما چیزی کاملا متفاوت رو بهش نشون بدید. پس واقعا خودتو برام مهم نیستی، بلکه استفاده از تو برام مهمه تا نسبت به خودم احساس خوبی داشته باشم. شاید من همیشه سعی میکنم تو رو نجات بدم یا مشکلات تو حل کنم یا چیزی برات فراهم کنم یا به نوعی تو رو تحت تاثیر قرار بدم. شاید از تو برای پول یا تحت تاثیر قرار دادن بقیه استفاده میکنم. شاید تویی که فقط برای رابطه به من نزدیک شدی و این باعث میشه حس خوبی به خودم داشته باشم، چون یه بارم که شده احساس میکنم خواسته و دیده شدم. هر طور میخواید اینو مطرح کنید، اما آخرش دقیقاً به همین نتیجه میرسید. اینها روابطی بر پایه شرط و شروطن. این روابط بر پایه تو را دوست خواهم داشت اگر باعث شوی به خودم حس خوبی داشته باشم، یا من را دوست خواهی داشت اگر باعث شوم به خودت حس خوبی داشته باشی شکل میگیرن. روابط شرطی ذاتاً خودخواهانه‌اند. وقتی من به پولت بیشتر از خودت اهمیت میدم، پس در واقع رابطه من با پوله. اگر به موقعیت شغلی شریک زندگیتون بیشتر از خودش اهمیت میدید، پس در واقع با خود اون در ارتباط نیستید، بلکه با شغلش در ارتباطید. اگر مادرتون از شما مراقبت میکنه و با اعتیادتون کنار میاد، چون باعث میشه به خودش به عنوان یک مادر فداکار حس بهتری داشته باشه، پس اون در واقع با شما رابطه نداره. اون با احساس خوب داشتن نسبت به خودش به عنوان یک مادر رابطه داره. وقتی روابط ما شرطیان، در واقع هیچ رابطه‌ای نداریم. خودمون رو به ایده ها و موارد سطحی میچسبونیم و بعد سعی میکنیم با افرادی که به اونها نزدیک میشیم زندگی کنیم. این روابط شرطی از ما افراد تنهاتری میسازه، چون در واقعیت هیچ رابطه‌ای شکل نگرفته. روابط شرطی همچنین باعث میشن رفتار بدی رو که با ما میشه تحمل کنیم. یعنی چی؟ بالاخره اگه من با شخصی دوستم که ظاهر فوق‌العاده‌ای داره و تمام دوستام تحت تأثیر قرار میگیرن، پس اجازه میدم اون با من مثل یه آشغال رفتار کنه، چون به خاطر رفتاری که با من داره باهاش نیستم، باهاش هستم تا دیگران رو تحت تأثیر قرار بدم. متوجه میشی؟ روابط شرطی ادامه پیدا نمی کنن، چون بر اساس شرط و شروطایی هن که هیچ ادامه‌ای ندارن و زمانی که شرط و شروطا از بین میرن، مثل قالیچه‌ای که از زیر پاتون کشیده شده، هر دو طرف رابطه زمین میخورن و آسیب میبینن و هیچ وقت متوجه نمیشن چی به سرشون اومده. روابط بر اساس عشق بی قید و شرط. افراد با گذشت زمان معمولاً میتونن متوجه ذات ناپایدار روابط شرطی بشن. نوجوانای کم سن و سال در حال کشف هویتشونن، پس با عقل جور در میاد که دائماً فکر و ذکرشون درگیر مقایسه خودشون با دیگران باشه. اما با گذشت سالها افراد متوجه میشن که افراد کمی دور و برشون باقی موندن و احتمالاً یه دلیلی برای این موضوع وجود داره. با بالا رفتن سن، افراد اکثرا شروع میکنن به اولویت بندی روابط بی قید و شرط، روابطی که در اون هر شخص بدون قید و شرط به خاطر کسی که هست پذیرفته میشه، بدون هیچ انتظار اضافی. به این میگن بزرگسالی، سرزمینی عرفانی که افراد کمی صرف نظر از سنشون اون رو دیدن و تعداد خیلی کمی در اون ساکنن. رمز بزرگ شدن و حضور در سرزمین بزرگسالی اولویت دادن به روابط بی قید و شرطه. اینکه یاد بگیرید چطور با وجود نقص‌ها، اشتباه‌ها و ایده‌های چرت یه نفر ازش قدردانی کنید
و یه دوست یا شریک زندگی رو فقط بر اساس رفتاری که با شما داره قضاوت کنید، نه بر اساس سودی که از اون عایدتون میشه. هدف باید خود او باشه، نه اینکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی دیگه. روابط بی‌قید و شرط روابطی هستند که در اون طرفین بدون اینکه انتظار داشته باشن متقابلاً از هم چیزی دریافت کنن، به هم دیگه احترام بذارن و هم دیگر رو حمایت کنن. به بیان دیگه، هر یک از طرفین رابطه در درجه اول به خاطر خود رابطه، یعنی حمایت و همدلی متقابل، گرامی داشته میشه، نه به خاطر شغل، وضعیت، ظاهر، موفقیت یا هر چیز دیگه. روابط بی‌قید و شرط تنها روابط واقعی‌اند و با بالا پایین‌های زندگی گسسته نمی‌شن. اونا به خاطر شکست‌ها یا منافع سطحی تغییر نمی‌کنن. وقتی من و شما یه رابطه دوستانه بی‌قید و شرط داریم، اگه من شغلمو از دست بدم و یا به کشور دیگه نقل مکان کنم یا شما تغییر شغل بدید و شروع کنید به نواختن بانجو، هیچ اهمیتی نداره. من و شما به حمایت از هم و احترام گذاشتن به همدیگه ادامه میدیم، چون رابطه ما دستخوش اقتصاد باحال بودن نیست. و اگه شما برای زندگیتون تصمیمی بگیرید که من برای زندگیم نمیگیرم، مسلماً دچار ضربه روحی نمیشم. افراد تو روابط شرطی فقط یاد میگیرن به افراد اطرافشون به چشم سودی که عاید اونها میکنن نگاه کنن، احتمالاً به این دلیل که تو محیطی رشد کردن که فقط به خاطر سودی که برای دیگران داشتن از اونا قدردانی شده. والدین طبق معمول تو اکثر مواقع مقصر این امر هم هستن. البته اکثر اونها به طور آگاهانه با فرزنداشون رابطه شرطی ندارن. در حقیقت احتمالاً والدین اونا هم هیچ وقت بی قید و شرط اونا رو دوست نداشتن، پس اونا هم فقط کاری رو میکنن که بلدن. اما مثل همه مهارت‌های رابطه، همه چیز از خانواده شروع میشه. اگه پدرتون فقط وقتی از دستوراتش تبعیت میکنید شما را قبول میکنه، اگه مادرتون فقط وقتی نمره خوب میگیرید دوستتون داره، اگه برادرتون فقط وقتی هیچ کس دیگه ی اطرافتون نیست با شما خوب رفتار میکنه، این چیزها به طور ناخودآگاه به شما آموختن که با خودتون به عنوان ابزاری برای منافع دیگران رفتار کنید. بعد تو روابط آیندهتون خودتون رو وسیله‌ای برای فراهم کردن احتیاجات دیگران قرار میدید، نه احتیاجات خودتون. همینطور تو روابطتون با فریبکاری، به جای اینکه خودتون به نیازهاتون رسیدگی کنید، افراد رو وسیله‌ای برای رسیدن به نیازهای خودتون میکنید و این اساس یه رابطه سمیه. فرضیات رابطه. شرط و شروط یه تیغ دولب است. شما با دوستی که ازتون استفاده میکنه تا احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشه نمیمونید، مگر اینکه شما هم از دوستی با اون سودی عایدتون بشه. برخلاف طرز فکر هر دختری که نقل قولای قشنگ مرلین مونرو رو تو اینترنت میذاره، شما صرفاً چون بی قید و شرط خودتون رو دوست دارید ناگهان خامه کسی نمیشید که فقط میخواد از شما سوء استفاده کنه. نه، شما به این دلیل شرط و شروط یه فرد دیگر رو میپذیرید چون برای رسیدن به شرط و شروطهای خودتون ازش استفاده میکنید. اکثر افراد ناخودآگاه وارد روابط شرطی میشن، یعنی این روابط بدون فکر آگاهانه درباره اینکه این شخص چه کسیه یا چرا شما رو دوست داره یا رفتارش با شما نشانی چیه شروع میشن. شما فقط تیپ خفن اونو میبینید و یا به موتور باحالش حسادت میکنید و میخواید بهش نزدیک بشید. افرادی که وارد روابط شرطی میشن به یه دلیل ساده این کار رو انجام میدن و اون اینه که اون روابط حس خوبی بهشون میده. با این حال هیچ وقت از خودتون نمیپرسید چرا حس خوبی میده. هرچی باشه شکلات هم حس خوبی میده، اما به محض دیدن اون نمیرید یه مشت ازش بخرید و بخورید، مگه نه؟ تو روابطتون فرض ایجاد کنید. یعنی چی؟ یعنی از خودتون بپرسید مثلا اگه شغلمو از دست بدم بابام بازم به هم احترام میذاره؟ اگه دیگه به مامان پول ندم بازم دوستم داره؟ اگه به زنم بگم میخوام عکاس بشم زندگیم به هم میریزه؟ اگه به جیک بگم شدیداً با تصمیمش مخالفم بازم با هم حرف میزنه؟ و البته سوالاتی هم باید درباره خودتون بپرسید، مثلا اینکه
اگه به کنتاکی نقل مکان کنم، بازم با پال در ارتباط میمونم؟ اگه جان برام بلیت کنسرت مجانی نیاره، بازم دوست دارم باهاش وقت بگذرونم؟ اگه بابا پول شهریه دانشگاهمو نده، بازم میرم به دیدنش؟ میلیون ها سوال فرضی اینجوری وجود دارن و باید تک تکشون رو همیشه از خودتون بپرسین. چون اگه یکی از اونها جوابی بجز تغییر ایجاد نمی کند داشته باشه، پس احتمالاً رابطه شرطی پیش روی شماست. یعنی رابطه عاشقانه واقعی ندارید، در حالی که فکر میکنید دارید. اعتراف به این موضوع دردناکه، میدونم، اما دست نگه دارید، بازم هست. اگه میخواید رابطه شرطی رو تو زندگیتون تغییر بدید یا اونو حذف کنید و رابطه قدرتمند و بدون قید و شرط داشته باشید، باید بعضی افراد رو از خودتون برنجونید. منظورم اینه که باید از پذیرش شروط دیگران دست بردارید و باید شروط خودتون رو هم دور بریزید. این مسئله همیشه شامل نگفتن به شخصیه که بهتون نزدیکه، اونم تو موقعیتی که آخرین چیزی که دلش میخواد بشنوه همین کلمه است. جنگ و دعوا ایجاد میشه، بعضی وقتا دعواهای ادامه دار. هرچی باشه، کاری که انجام میدید اینه که اجازه نمیدید شخص دیگه ای از بخشهایی از شما استفاده کنه تا خودش حس بهتری داشته باشه. طبیعتاً واکنشش با عصبانیت همراه خواهد بود و سرزنشتون خواهد کرد. اون درباره شما حرفهای خصمانه ای خواهد زد، اما دل سرد نشید. اینجور واکنش ها اثباتی بر شرطی بودن رابطه شماست. عشق صادقانه واقعی خواهان احترام و پذیرش چیزیه که نمیخواد بشنوه، اما عشق شرطی طبعا مقابله میکنه. این دعواها ضروری هن، چون که یکی از این دو احتمال از دل اونا بیرون میاد. یا فرد قادر به کنار گذاشتن شرطهاش نیست و از زندگیتون حذف میشه، که در نهایت تو اکثر مواقع اتفاق خوبیه، یا شخص مجبور میشه بی قید و شرط شما رو بپذیره تا برخلاف دردسرایی که ممکنه براش ایجاد کنید یا برخلاف ضربه‌ای که به عزت نفسش میخوره شما رو دوست داشته باشه. البته این موضوع خیلی سخته، اما خب روابط ذاتن پیچیدن، چون انسان‌ها ذاتن پیچیدن. اگه زندگی گل و بلبل بود که هیچ اتفاق خوبی نمیافتاد و هیچ کسم هیچ وقت رشد نمیکرد.